بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز فرهنگی شعاری دارالمصباح از مراکز زیر مجموعه مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از آغاز مجدد دوره های آموزش سخنوری خبر داد. گفته می شود این دوره های آموزشی در ایام اربعین حسینی متوقف شده بود تا دستندرکاران، مسئولان، اساتید و دانشجویان این مؤسسه بتوانند در مراسم اربعین حسینی شرکت و خدمت کنند. در همین راستا ملا محمد السیلاوی، مسئول مرکز دارالمصباح طی اظهاراتی گفت فعالیت‌های آموزشی سخنوری را با شور و نشاط و قدرت هرچه تمام آغاز کرده و شاهد حضور ارزشمند و فعال جوانان اهم از زن و مرد در این دوره ها است. مؤسسه خیریه کربلا از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلای معلا به ده ها تن از دانش آموزان یتیم این شهر مقدس لباس فرم مدرسه اهدا کرد. این مؤسسه به این منظور ضمن برگزاری مراسمی با حضور اولیای دانش آموزان به آنان کارت های اهدای فرم مدرسه اهدا کرد. این اقدام خیریه با هدف حمایت از کودکان یتیم و در چارچوب فعالیت‌های خیریه مؤسسه خیریه کربلا صورت گرفته است. ۲۵مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در بغداد پنجشنبه فعالیت خود را با حضور شماری از وزرا و مسئولان آغاز کرد. این دوره از نمایشگاه کتاب بغداد با حضور 600 ناشر از 21 کشور از جمله عراق، کشورهای عربی و دیگر کشورهای خارجی با حضور نویسندگان و اندیشمندان مختلف برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا روز یکشنبه اول مهر از ساعت 10 صبح تا 10 شب به کار خود ادامه خواهد داد. دولت ایالت برندبورگ آلمان به مرکزیت برلین روز پنجشنبه 22 شهریور اعلام کرد یک مرکز اسلامی دیگر را به جرم ارتباط با حماس و ترویج تفکرات افراطی و عصر حجری تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میکائیل اشتوبگن وزیر امور داخلی ایالت برندبورگ با صدور بیانیه اعلام کرد مرکز اسلامی شهر فورست والده به دلیل فعالیت‌های ناقض قانون اساسی آلمان تعطیل شده است. این مقام محلی از حزب دموکرات مسیحی تأکید کرد دولت وظیفه دارد فعالیت نهادهای مروج تفکرات عصر حجری را در نطفه خفه کند. تایلند هدف بلند پروازانه ای را برای تبدیل شدن به یکی از 5 صادرکننده برتر حلال در جهان برای خود تعیین کرده است و در همین راستا اقدام به تشکیل اولین کمیته ملی صنعت حلال نموده است. گفتنی است صادرات حلال تایلند علارغم پتانسیلی که دارد در حال حاضر در رتبه 11 جهانی قرار دارد، زیرا موانع تجاری، اعتبار گواهی حلال تایلندی و هزینه های بالای حمل و نقل این پیشرفت را کند کرده است. در همین راستا ایجاد دپارتمان حلال و تشکیل اولین کمیته ملی صنعت حلال موقعیت تایلند را به عنوان یک مرکز منطقه‌ای حلال تقویت کرده است. هر سال 3 اکتبر مراسم روز مسجد باز در سراسر آلمان برگزار می‌گردد. در این مراسم درب‌های مساجد اسلامی به روی غیر مسلمانان باز شده و با برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف پلی برای ایجاد ارتباط میان مسلمانان و غیر مسلمان و نیز معرفی دین مبین اسلام گشیده می‌شود. در همین راستا امسال نیز شورای عالی مسلمانان آلمان با صدور بیانیه رسمی به گرامی داشته با شکوه مراسم این سال روز دعوت کرد. با بازگشت میلیون‌ها دانش آموز به مدرسه در سراسر جهان، صدها هزار کودک فلسطینی به دلیل محاصره و شرایط پیچیده در غزه مدرسه‌ای برای بازگشت ندارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گزارش می‌دهد که برخی مدارس غزه به طور کامل ویران شده یا به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شده و حدود 625 هزار دانش آموز در غزه از تحصیل محروم شدند. به گفته وزارت آموزش فلسطین تا کنون بیش از 10490 دانش آموز و دانشجو در حملات اسرائیل جان باختند.